تلاش های خستگی ناپذیر برای عدم چشم پوشی دولت ها از نسل کشی هزاره ها در افغانستان برای چندمین بار است که شهروندان افغانستان مقیم آلمان برای توجه جامعه جهانی اتحادیه اروپا و دولت فدرال آلمان برای توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان تجمعی اعتراضی برگزار می باید پخش بشه و همه مردم جهان متوجه بشن که چه حملاتی چه حملات تروریستی در برای مردم هزاره شکل میگیره همیشه هزاران تن از شهروندان افغانستان با شعارهای نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید و بر رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها در افغانستان پیش روی دفتر نخست وزیر آلمان تجمع اعتراضی نمودند همچنان این معترضان در دمای سرد منفی 3 درجه حدود 3 کیلومتر راه راه پیمایی نمودند که مردم از ما هدف اول قتل ما هست هیچ گونه حرکتی ما از نمی نمیبینیم جامعه جهانی هم خاموش هست ما نمیخوایم این وضعیت ادامه پیدا کنه موضوع و مسئله این بسیار واضح روشن است یعنی خواسته این پدایش این اعتراض نه تنها بر رسم شناسی رسمی نسل کشی ازاره ها در افغانستان است نسل کشی در جنبه تاریخیش یعنی 1892 و بعد بلکه تمامیت قرن بیستم و آنچه تا امروز دوان دارد این ما ترزان تاییقت نامه از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا ماهیت حملات سیستماتیک تروریستی علیه مردم هزاره در افغانستان را به رسمیت بشناسند. به گفته آنان این حملات مشخصه های لازمه نسل کشی را در خود دارند. همچنان آنان خواستار اقدامات عملی از سوی سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا برای حفاظت از مردم هزاره در افغانستان شدند. معترضان از دادگاه کیفری بین المللی خواستند تا پرونده نسل کشی هزاره ها در افغانستان را باز نموده و تحقیقات خود را پیرامون نسل کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در مورد هزاره های افغانستان شروع نمایند. کشی کشتار سیستماتیک بالای مردم هزار در افغانستان جریان داره توقف پیدا بکنه و عاملین از جنایات در افغانستان چه بالای مردم هزاره و تمام مردم دیگه که در اونجا زیر ظلم و ستم هستن طالبان و دیگر و دادگاه و مظاهره برلین پس از واقعی خونین دایکندی راه اندازی شده که در آن واقع نیروهای محلی طالبان بالای قریه سیوک شیبر از مربوطات مرکز این ولایت حمله نموده بودند که در پی آن 11 تن از عضو دو خانواده از جمله سه کودک و یک زن جان باختند رویدادی که واکنش های تند ملی و بیدون بللی را در پی داشت سازمان ملل متحد در پی این رویداد اعلام نمود که آنان در تلاش دستیابی به حقایق در مورد این حمله خونین است همچنان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز این واقعه را حولناک خوانده و خواهان بررسی همه جانبه آن گردیده است یونسف نیز در واکنش به این رویداد گفته است در این حمله کودکان جان باخته و از این واقعه علمناک شکه شده است. حکومت طالبان اما این افراد را یاغی و سرکش معرفی نموده و کشته شدن کودکان در این رویداد را رو رد نموده است اما باشنده های محل می گویند همه این افراد ملکی بوده و سه کودک و یک زن نیز در جمع قربانیان شامل هستند قابل یادآوری است که تعداد از زنان این دو خانواده قربانی نیز در پیش روی ریاست استخبارات ولایت دایکندی تحسن نموده و از سازمان ملل نهادهای بین المللی و حقوق بشری خواهان رسیدگی با واقع قتل عام خانواده هایشان شدند.